نهاد رأی‌های سیاه در حال برگزاری یک تور تبلیغاتی فراگیر است تا بتواند اقلیت‌های قومی رنگین پوست ساکن در بریتانیا را ترغیب به رأی دادن در انتخابات عمومی کند. اتوبوس تبلیغاتی به ناتینگهام، شهر افسانه‌ای رابین هود رسیده است. تب و تاب تبلیغات با رسیدن این اتوبوس در شهر بالا گرفته. یکی از برگزار کنندگان میگوید ما اینجاییم تا مردم را تشویق به رأی دادن کنیم. یک چهارم جمعیت این شهر را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند و قدرت بالقوه‌ای در انتخابات پیش رو محسوب می‌شوند. یکی از نوجوانان شهر در مورد چرایی رأی دادن خود می‌گوید This is my first time. And why is it important for you to vote? Because if I اگر رأی ندهم نمی‌توانم در مورد وضعیت سیاسی پیرامونم گلایه‌ای داشته باشم. حالا که اگر رأی دهم می توانم حق خودم را مطالبه کنم. در بیشتر انتخابات اکثر مردم رأی نمی دهند، بنابراین وضع موجود تغییر نمی کند. نابرابری گسترده تر و مردم ناامیدتر می شوند. هر انتخاباتی بر سر تعداد آراست و ما می توانیم سرنوشت بیش از 160 صندلی نامشخص مجلس را که همیشه بین حزب‌های مختلف در حال گردش است مشخص کنیم. با کسب کرسی‌های مجلس حق انتخاب در بریتانیا به گردش در می‌آید. توقع ما از سیاستمداران این است که به جای شقه کردن جامعه، تنوع آن را به رسمیت بشناسند و حقوق اجتماعی را برای تنوع اقلیت‌ها به کار برند. پارلمان بریتانیا دارای 650 کرسی است. از این تعداد تنها 27 کرسی از آن نمایندگان اقلیت است، حالان که 15% جمعیت کل بریتانیا را اقلیت‌ها تشکیل می‌دهند. به چه کسی میتوانم رأی دهم؟ من به کسانی باید رأی دهم که از پیش مشخص شدند. مثلا اگر بخوام به شما رأی دهم میتوانم؟ شاید فکر کنم که شما بهتر از این حضرات هستید. هیچ دل خوشی از این کاندیداهایی که در پارلمان هستند ندارم. به گمانم هیچ کدامشان افراد قابلی نیستند. خنده آورترین چیز ممکن این است که زمانی که این انتخابات بیشترین وعده های نوید بخش برای اعمال قدرت و نفوذ مردم را می دهد، خود مردم بدبین هستند. پرسش اساسی این است که چرا باید در انتخابات پارلمانی شرکت کرد که به گفته برخی نمایندگانش از انتظارات و خواسته های اقلیت های قومی بریتانیا غافل هستند. از 50 سال گذشته اقلیت‌ها همواره چهره بریتانیا را تغییر دادند. برای مثال میتوان به ناحیه تاور هوملتس در شرق لندن اشاره کرد، منطقه‌ای که به خاطر همزیستی پرتستان‌های فرانسوی و یهودیان شرق اروپا، همچنین شکل‌گیری جمعیت مهاجر بنگلادشی شناخته شده است. گرچه که این منطقه یکی از فقیرترین ناحیه‌های لندن به شمار می‌آید، یک فعال اجتماعی اعتقاد دارد که جامعه بنگلادشی این ناحیه همیشه در صحنه سیاست حاضر بوده است. در دهه 70 و 80 نجات پرستی در این منطقه حضور پررنگی داشت. اقلیت بنگلادشی احساس می‌کرد که برای تغییر اوضاع باید در ساختار قدرت سهیم شود. بنابراین تصمیم گرفتند وارد اصلی‌ترین حزب‌های حاکم شوند. در ابتدا این حزب‌ها با نارضایتی جامعه بنگلادشی را در خود می‌پذیرفتند. برای همین بسیار طول کشید تا نخستین بنگلادشی وارد پارلمان شود. روشن را علی نخستین عضو پارلمان بریتانیا و وابسته به حزب کارگر است که برای انتخابات پیش رو نیز کاندید شده است. او در نشست انتخاباتی خود در تور هملتس شرکت می کند. اقلیت مسلمان این ناحیه همچنان در شوک ناشی از پیوستن سه دختر نوجوان به گروه داعش هستند. وقت با من یار بوده که اینجا بزرگ شدم و دیدگاه خود را به خاطر زندگی در این ناحیه با توجه به حضور اقلیت‌های قومی به دست آوردم. به گمانم دیگر همکارانم سخت می‌کوشند تا در برابر چالش‌های پیش رویشان راه حل مناسبی بیابند. می‌دانم مردم نسبت به سیاستمداران خیلی بدبینند. ولی ما نظام پارلمانی خیلی قوی داریم که نمایندگان را در رابطه تنگاتنگ با انتظارات رای دهندگانشان قرار می‌دهد. به نظرم این شیوه ارتباط داشتن با مردم برای با خبر شدن از آنچه در واقعیت می‌گذرد روش بسیار مناسبی است. این رستوران بخشی از ماجرای موفقیت اقبال وهاب است.
او که پسر یک مهاجر بنگلادشی است، در کودکی و نوجوانی زندگی چندان درخشانی نداشته، ولی امروز اوضاع تغییر کرده است. او اکنون صاحب این رستوران است، همچنین برنامه‌ای برای حمایت از جوانان اقلیت‌های قومی دارد که در شرایط نامساعد به سر می‌برند. او که مشاور پیشین دولت بوده، عقیده دارد هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر باید بیشتر در تماس با نیازهای پیشروی اقلیت‌های بریتانیا قرار گیرند. این واقعیت دردناکی است که یک جوان رنگین پوست در بریتانیا فرصت شغلی کمتری در برابر دیگر جوانهای بریتانیایی دارد. یک مطالعه بر روی درخواست‌های کار در بریتانیا صورت گرفته. اگر یک درخواست کار نامی آفریقایی داشته باشد، فرصت کمتری برای داشتن شغل خواهد داشت. حالان که همان درخواست با یک نام انگلیسی سه برابر شانس بیشتری دارد. نمیگویم نجات پرستی است، ولی چیزی ناخودآگاه در وجدان جمعی به چنین پدیده‌ای دامن می‌زند. بسیاری مردم از این چیزها آگاه نیستند. مشکل‌های بسیاری در جامعه نهادینه شده که دولت‌ها به تنهایی قادر به حل آنها نیستند. به دولت قبلی و کنونی پیشنهاد کرده بودم که با یک نماینده از اقلیت‌ها در تماس باشد تا به وجود مشکلات پی برند، ولی هیچ یک به این کار دست نزدند. مقابله با تبعیض نژادی روش‌های گوناگونی دارد. برای نمونه این جوان با ورزش کردن به مقابله آن رفته است. او در جنوب لندن بزرگ شده، همچون اقبال وابسته به اقلیت قومی است، به زندان رفته، پس از آن تصمیم به تغییر سرنوشتش گرفت. ساعت‌ها تمرین ژیمناستیک در خیابان را به عنوان مبارزه اجتماعی خود برگزیده است. از زندان بیرون آمده بودم و سعی کردم آدم بهتری شوم. کلیسا رفتم، بعد از آن به یک سالن ژیمناستیک سر زدم و در مورد حق عضویت پرسیدم. گفتند که باید به حسابشان پول واریز کنم. نفهمیدم چه میگویند. من یک آدم بی خانمان بودم. پولم زیر تشکم بود. حساب بانکی نداشتم. امروز او حساب بانکی خودش را دارد، به دیگران آموزش می‌دهد و از این راه زندگیش را می‌گذراند. شاگردان او از همه طیف هستند، بانکدارها، وکیلها و جوانانی چون او، وابسته به اقلیتی قومی. خیلی از مردم نمی‌دانن رأی دادن چیست. برخیشان آنقدر در زندگی شوربختی داشتند که می‌گویند این یا آن دولت چه کاری می‌تواند برایشان انجام دهد. من همین گونه می‌اندیشم. با بررسی متوجه شدم که دولت‌های متفاوت کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. متوجه شدم که اقدام هر دولتی با منافع برخی لایه‌های اجتماعی همخوانی بیشتری دارد. اگر با برخی از موارد در سیاست مخالف هستیم، نباید منتظر آمدن این یا آن شد. ما باید خودمان دست به کار شویم. از من میپرسند که رأی میدهم. به صفحه اینستاگرامم بروید و خواهید دید که از چه کسی در انتخابات حمایت میکنم. Okay, we'll do that. That's cool.